خب 3 و 4 دقیقه هست، اگر که اجازه بدین دیگه وقت شما رو بیشتر از این نگیریم و به احترام دوستانی که تا این لحظه ملحق شدن جلسه رو شروع کنیم. سایر دوستان هم به مرور من دارم ازشون ایمیل میگیرم که دارن به سعی میکنن که به جلسه ملحق بشن. من مجدد ازتون تشکر میکنم خانم دکتر حسن زاده، این وقت رو در اختیار ما قرار دادین، روز تعطیل هست میدونم و واقعا ممنون که این اطلاعات رو در اختیار ما و جامعه ایرانیان قرار میدین. من خودم مشتاقانه منتظر هستم که صحبت‌های شما رو بشنم. خیلی ممنون آقای شکوری، منم تشکر میکنم، شما سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، مرسی از شما که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین و امروز در حقیقت من حدود یک ساعتی راجع به کایروپرکتیک صحبت خواهم کرد و بعد اگر سوالی هست خیلی خوشحال میشم که در خدمت دوستان عزیز باشم. رشته کایروپرکتر، اول راجع به خودم صحبت کنم، من حدود 11 سال هستش که کار کایروپرکتیک، یعنی متخصص کایروپرکتر هستم در شهر اتاوا و حدود در حقیقت 11 سال هستش که در مطبم مشغول کار هستم. قبل از هر چیز دوست داشتم راجع به این صحبت کنم که اصلا کایروپرکتیک چی هست. مطمئنم خیلی از دوستانی که اینجا تشریف دارن حتما پیش کایروپرکتر یا فیزیوتراپ رفتن، ولی رشته کایروپرکتیک خیلی وقتا از من سوال میشه که چه رشته ای هستش و یه دکتر کایروپرکتیک چی کار میکنه. برای همین دوست داشتم که اینجا در حقیقت راجبش صحبت کنم. رشته کایروپرکتیک در واقع یه روش تشخیص و درمان هستش و پیشگیری از اختلال دستگاه‌های اسکلتی و عضلانی و تاثیر اون بر روی ستون فقرات هستش و یه کایروپرکتیک در حقیقت با تخصصی که داره سعی می‌کنه این مشکلات رو در حقیقت تشخیص بده و راه درمان اونها رو قبل از اینکه در حقیقت دیر بشه و صدمات جدی بزنه و به عمل احتیاج داشته باشه تشخیص بده و در حقیقت با مانیپولیشن و حرکت دست و حالا در حقیقت وسایل دیگه‌ای که در اختیار یک کایروپرکتر میتونه باشه مثل دستگاه لیزر، دستگاه‌های برقی و همچنین شاک‌وی بتونه در حقیقت به درمان این دردهای عضلانی و در حقیقت اسکلتی بپردازه. در حقیقت میشه گفت کایروپرکتیک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستش و سعی میکنه که در حقیقت به در حقیقت بدن و اینکه مشکلاتی که از ستون فقرات میتونه ایجاد بشه بپردازه و بعد به درمان اونها با حرکت دست و برداشتن فشار از روی ستون فقرات در حقیقت انجام بده و سعی کنه دوره درمانی رو برای مریض شروع کنه. شما وقتی میتونید یه کایروپرکتر رو ببینید که در حقیقت زیاد دیر نشده باشه، درد شما در حقیقت شروع شده یا اصلا هنوز شروع هم نشده باشه و شما میتونید در حقیقت قبل از که درداتون شروع بشه یه کایروپرکتر رو ببینید و ارزیابی بشین، مثل وقتی که پیش دکتر دندونپزشک میرین و برای چکاپ سالانتون یا هر 6 ماهتون در حقیقت میرین که ببینید اگه دندوناتون مشکلی داره. دکتر کایروپرکتر هم میتونه قبل از اینکه درد شروع بشه به شما یه چکاپ بده و ببینه در حقیقت کجای بدن شما بالانس نیست و چطور میتونه فشار از روی ستون فقرات شما برداره و در حقیقت بعضی ها این کارو انجام میدن قبل از اینکه دردی شروع بشه، بعضی ها اجازه میدن که درد شروع بشه و بعد در حقیقت سراغ دکتر کایروپرکتر میان و بعد باز در این مرحله ما میتونیم کمک کنیم، ولی بعضی وقتا خیلی دیگه دیر میشه، سالهاست مریض دچار درد هستش و فشار اینقدر به عضله و به ماهیچه و به در حقیقت جوینت وارد شده که دیگه اون موقع دیگه با روش های مانیپولیشن و با روش های درمانی در حقیقت کایروپرکتیک و فیزیو دیگه نمیشه مریض رو درمان کرد و باید دیگه با عمل و در حقیقت با جراحی این کار انجام میشه. پس چقدر خوبه که ما در حقیقت اینو بدونیم که حتی اگر دردم نداریم یه دکتر کایروپرکتر میتونه به ما کمک کنه که در حقیقت ستون فقرات ما، پاسچر ما رو ارزیابی کنه و بتونه به ما بگه که اصلا ما احتیاج داریم کایروپرکتر ببینیم یا احتیاج نداریم. این مبحثیه که من دوست داشتم راجبش صحبت کنم و اینجا توی امروز پرزنتیشن میخوام به چند نکته اشاره کنم و اون نکاتی هستش که ما میتونیم با عوض کردن زندگی لایف استایلمون در حقیقت فشار رو از روی در حقیقت ستون فقراتمون، عضلاتمون برداریم و دچار دردهای مزمن آینده نشیم و خیلی ساده هستن، شاید ما میدونیم اینها رو ولی بهشون عمل نمی کنیم چون خیلی زندگی پرمشغله‌ای داریم، در حقیقت زمان برای خودمون نمیذاریم و در حقیقت من امروز فقط تنها مسیجی که دوست دارم به هموطنای عزیزم اینجا بدم این هستش که سعی کنین لایف استایلتون رو عوض کنین و
روزانه برای خودتون یه 20 دقیقه وقت بذارید، همونطور که از بچگی ما یاد گرفتیم که هر روز شب یا هر روز صبح به حدود 2 دقیقه تا 3 دقیقه دندونامون رو مسواک بزنیم، اینم باید بشه یه جزئی از برنامه‌مون، اینی که سعی کنیم به بدنمون ارزش قائل بشیم و یه نکاتی رو رعایت کنیم که درد رو از روی ستون فقراتمون برداریم. من امروز به چند چیز میخوام اشاره کنم. یکی پاسچر هستش، یعنی اون وضعیت بدنی که ما درش قرار میگیریم. یکی کارهایی که ما مکررن انجام میدیم و این باعث میشه که بعضی وقتا یک آسیبایی به بدنمون وارد شه. و بعد هم در حقیقت نکته سومی که دوست دارم بهش اشاره کنم میکرو تروما هستش، یعنی اون عادتهایی که ما داریم و اجازه میدیم که به مرور زمان به بدن ما صدمه وارد کنه. در حقیقت ترامای بزرگ نیستن، کوچیک کوچیکن و اینها جمع میشه. و یه نکته ای که من خیلی به مطب مراجعه میشم در حقیقت ورزش کردن در حقیقت صحیح ورزش نکردنه و اینکه فقط ما یه چیزی رو دیدیم و انجام میدیم و این باعث میشه که نه تنها به هیچ در حقیقت سلامت بدنی نرسیم، بلکه ممکنه که در حقیقت آسیب‌های بدنی هم به ما برای ما ایجاد کنه. پاسچر همه ما میدونیم که یه چیزیه که حتی زمانی که بچه بودیم مادر بزرگامون به پشتمون میزدن، هی میگفتن درست بشین، صاف بشین جلوی تلویزیون، و هنوز هم شاید ما به بچه هامون میگیم. ولی این خیلی نکته مهمیه که بدونیم پاسچر یه وضعیت بدنی هستش که شما تو اون وضعیت بدنی باید یه بالانسی ایجاد کنید بین در حقیقت تمام ماهیچه هاتون و در حقیقت عضلات بدنتون که فشاری روی هیچ مفصلی نباشه. یعنی شما احساس خستگی نکنید وقتی که میشینید، وقتی میخوابید، وقتی راه میرید، و این یه پاسچر عالی هستش. همونطور که تو شکل میبینید اون آقایی که سمت راست هستن، اگر من یه خط راست بکشم از شونه‌شون به سمت در حقیقت گوششون به شونه‌شون و بعد به قسمت باسنشون و روی خط پاشون مچ پاشون، این خط توی این در حقیقت توی خط صاف وای میسته، ولی این در حقیقت یک پاسچر ایدئال هستش. ولی اون سمت، اون آقای سمت چپ، به خاطر اینکه وزنشون بالا هستش و یه مقدار گردنشون جلو هستش، از اون خط خارج شدن و این به مرور زمان به گردنشون آسیب میرسونه، به کمرشون آسیب میرسونه و ممکنه سن خیلی کم باشه ولی دردهای عضلانی و دردهای در حقیقت ستون فقرات خیلی در سنین کم بیاد سراغ ما. برای این پس یه پاسچر یه وضعیت بدنی ایدئال هستش که شما در حقیقت روی هیچ نقطه‌ای از بدنتون سعی کنید فشار نذارید. یکی از حالتهایی که خیلی مهم هستش و این توی این پندمیک هم ما مراجعه کننده خیلی زیادی داریم، به خاطر اینکه از خونه کار میکنن دچار گردن درد میشن، دوباره دچار کمر درد میشن، حالت نشستن هستش. نشستن مطمئنم هممون شاید میدونیم ولی شاید بهش عمل نمی کنیم. ولی من خواستم اینجا اینو بهش در حقیقت اشاره کنم که نشستن خوب یه نشستنی هستش که حالت بدن شما توی زاویه‌ای که سمت راست میبینید همه در 90 درجه باشه. یعنی چی؟ یعنی که زاویه لگن و زانوی شما و مچ پای شما همه در حداقل زاویه نزدیک به 90 درجه باشه و این حالتی هستش که فشار رو از روی در حقیقت ماهیچه ها و در حقیقت جوینت ها برمی‌داره. توی شکل سمت راست اگر که شما می‌بینین، حتما می‌بینین سمت راست و اون آقایی که نشستن با خط در حقیقت سبز ما خط رو کشیدیم، این هیچ فشاری نه به زانوش هست، نه به کمرش هست، نه به گردنش هست. چرا؟ چون وقتی که شما میشینیم باید پاتون در حقیقت روی زمین قشنگ قرار بگیره. خیلی وقتا ماها پاهمون رو آویزون میکنیم یا به پشت میبریم، این باعث میشه که گردش خون پا خیلی دچار اختلال بشه و در حقیقت به ماهیچه های پاهمون فشار بیاد. در نکته دوم زانو هستش. سعی کنید زانوتون با در حقیقت پاتون توی 90 درجه قرار بگیره و این فشار رو از روی زانو برداشته برداره. اگه قدتون طوری هستش که باید اینو تنظیم کنین، حتی مجبورین یه باکسی زیر پاتون بذارین، این کار رو انجام بدین که این زاویه تو حالت 90 درجه قرار بگیره. بعد نکته بعدی راجع به نشستن اینه که صندلی که شما انتخاب می‌کنید حتما سایز باسنتون باشه، یعنی براتون زیاد بزرگ و کوچیک نباشه. و اگر بزرگه میتونید با داشتن چند تا بالش در زیر باسنتون قرار دادن اون رو اندازه کنید. و بعد فاصله در حقیقت ستون فقراتتون با در حقیقت صندلی هستش، سعی کنید که ساپورت داشته باشین. اگر این ساپورت با صندلی ایجاد نمیشه، باز یک مرتفع بیرون از این دامبار ساپورتایی که میتونین از همه جا تهیه کنین بذارین و سعی کنین فشار رو از روی ستون فقراتتون بردارین.
و بعد نکته بعدی فاصله گردنتون با مانیتور هستش. سعی کنین فاصله طوری باشه که گردنتون در زاویه ستون فقراتتون قرار بگیره و گردن به سمت جلو یا عقب نباشه که دچار دیسک‌های گردن بشین یا دچار سردردهای تنشن هدک بهش میگن بشین. اینا خیلی نکته‌های ساده‌ای هستش، ولی با رعایت کردن اینها ما میتونیم از خیلی از دردهایی که گفتم مثل تنشن هدک، سردردهایی که بعضی وقت سراغمون میاد و دلیل هورمونی نداره، آره مش دردها و یا زانو دردها، کمر دردها، و یه استادی نشون داده که 75% خستگیمون در طول کارمون بر اثر بدنشستنمون هستش، 25% فقط تعادل بین کار و استراحت هستش. پس چقدر خوبه مون 75% با نشستن صحیح بتونیم درست کنیم که احساس خستگیمون در دوران کارمون کمتر باشه و بتونیم تمرکز بیشتری و در حقیقت راندوم کارمون رو بالا ببریم با این نکاتی که من اینجا بهشون اشاره کردم. آیا دوستان، من میدونم سوال ها بعد از این جواب داده خواهد شد، ولی نمیدونم آیا من خوب در سرعت خوب پیش میره یا تون صحبت میکنم، همه اوکی هستن؟ برای من سرعت خوبه. آره اگر دوستان، من واسه همین دوستان خواهش کردم که آخر باشه که توی صحبت ها اختلالی ایجاد نشه. باشه، خیلی ممنون. فقط خواستم ببینم خوبه که من تونت نمیرم همه متوجه میشن. حالا و اسلاید بعدی رو من نشون میدم که در حقیقت وقتی که شما کار میکنین چقدر خوب هستش که بتونین از استیشن های استفاده کنین که این فرصت رو به شما میدن که شما بتونین بشینین و بلنشین. یعنی که اگر 8 ساعت کار میکنین بتونین نیم ساعت بشینین، نیم ساعت بلنشین، و این تغییر باعث میشه که شما فشار رو روی ستون فقراتتون کمتر کنین. ولی بعضیا که مثلا این به قول معروف استیشن ندارن که در حقیقت تغییر ایجاد کنه، استیشنری بشه، میتونن بعضی وقتا فقط بین نشستنشون بلندشن و استراحتی کنن به حدود 5-6 دقیقه و دوباره بشینن. میتونن روی تلفنشون یه تایمر بذارن و این تلفن هی بهشون یادآوری کنه که باید این کار رو انجام بدن. در حالت نشستن که براتون توی اسلاید قبلی توضیح دادم، حالا در حالت ایستادن چه حالتی هستش؟ ایستادن خوب همونطوری که توی سمت راست میبینین، وقتی هستی که شما دوباره اگر من یه خط از گوش شما به در حقیقت قسمت بازوی شما و بعد به قسمت باسن و بعد به انکل شما مچ پاتون بکشن، همه توی یه راستا قرار بگیره و سر به قسمت جلو نباشه. وقتی شما میستین سعی کنین وزن بدنتون رو 50-50 بذارین، یعنی به یه طرف نرین، لین نکنین، باید وزن بدن 50% روی پای راست 50% روی پای چپ باشه که فشار از روی ستون فقرات برداشته شه. دست شما باید در حقیقت ساپورت داشته باشه. این حالت در حالت نشستن هم هست، یعنی وقتی که شما در حقیقت جلوی کامپیوتر هستین باید دستتون یا روی آرم صندلی باشه، روی دسته صندلی باشه، یا اینکه روی میز کارتون باشه که ایستادین. در حقیقت باید مچ دستتون آویزون نباشه، یه تکیگاه داشته باشه و بتونین شما فشار از روی مچتون بردارین که دچار بیماری مثل کارپلتانا یا در حقیقت برسایتس ورم در حقیقت مچ دست نشین. پس حالت ایستاده خوب اونیه که همطوری که اشاره کردم 50% وزن توی هر پا باشه، زانو یه مقدار کوچیکی به اندازه 5 درجه خم بشه، بعد پاها به موازات گردنتون باشه که وزن رو بتونین تعادلش رو ایجاد کنین و سعی کنین صاف بیستین و شونه هاتون رو به عقب بدین. سعی کنین شکمتون رو صفر کنین، تایت کنین که این فشار از روی ستون فقرات برداشته شه وقتی که شما می ایستین، و بعد سعی کنین که خط گوشاتون با شونتون توی یه خط باشه و این باعث میشه که شما دچار دیسک گردن نشین. فاصله چشتون با مانیتور هم باید به اندازه‌ای باشه که شما گردنتون نباید مجبور بشین خم بالا پایین کنین، باید با چشتون حرکت کنین وقتی که مانیتور رو دارین میخونین. این نکاتی هست که میگم شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی رعایت اونا باعث میشه که ما مخصوصا از سنین کم باعث میشه که ما در سنین بالا دچار مشکلات آرتروز، مشکلات سردردهای بسیار هر روزه، تنشن هدک نشیم. پس چقدر خوبه اینو به بچه هامون هم یاد بدیم، بچه هایی که الان همه آنلاین دارن درس میخونه از خونه کار میکنن و از خونه درس میخونن، اینو واقعا سعی کنیم به بچه ها هم یادآوری کنیم، چون این باعث میشه که بچه های ما هم دچار اینجور فشارهای ستون فقرات نشن.
نکته دیگه که خیلی مهم هستش تو پاشه خوابیدن هستش. ما بالاخره 6 تا 8 ساعت در شبانه روز رو میخوابیم و وقتی که فشار روی ستون فقرات باشه در حقیقت باعث میشه که باز ما دوباره دردهایی رو به سراغ خودمون بیاریم. پس بهترین حالت خوابیدن، همه از من میپرسن توی مطب، بهترین حالت خوابیدن به سایت خوابیدن هست، یعنی که شما به پهلوتون بخوابید و سعی کنید متکاتون، بالشتون به اندازه‌ای باشه که در حقیقت گردن شما و ستون فقراتتون در یک راستا باشه، یعنی توی خط صاف به این حالت باشه، نه گردن بالا باشه و نه پایین باشه. در این حالت هست که فشار از روی دیسک ها برداشته میشه و باعث میشه که شما دچار هیچ دیسک اینجوری نشین بر اثر خوابیدن نادرست. وقتی به سایدتون خوابیدین سعی کنین یک متحفا یا یک بالش زیر بین دوتا زانوتون بذارین که قسمت هیپ بیاد بالا و فشار از روی دیسک کمر برداشته شه. سعی کنین اصلا به شکم نخوابید، این یکی از بدترین حالت ها هستش. اگر این عادته سعی کنین عادت رو عوض کنین و اگرم به پشت میخوابین سعی کنین که حتما دوتا بالش به زیر زانوهاتون بذارین که باز قسمت لگن بیاد بالا و فشار رو از روی قسمت در حقیقت کمر شما برداره. همطور که میبینین در این دو شکل به سمت پایین که من این کورکس دادم، فشار دائما روی دیسک کمر و دیسک گردن هستش. برای همین بعضی وقتا شما صبح بلند میشین میبینین گردنتون استیف، خشک، درد دارین، برای اینکه اون ماهیچه ها تو حالت ریلکس نبودن که استراحت کرده باشن تو این 6-8 ساعت، توی حالتی بودن که بعد خودشونو میگرفتن تا بتونن ستون فقرات شما رو تو این پوزیشن نگه دارن. برای همین خوابیدن هم یکی از پاسچرهایی هستش که ما باید بهش رعایت کنیم، بازم به بچه هامون یاد بدیم که براشون مثل یه لایف استایل بشه و مثل همونطوری که اشاره کردم توی استایپ های قبلی، همونطوری که از بچگی به ما یاد دادن دندوناتو مسواک کن، این هم یه حالتی باشه که مثل لایف استایل بشه، فکر نکنن مثل ورزشه و یعنی مثل حالت براشون در حقیقت تکلیف نباشه، یه چیز عادی باشه. دلیلی که ما پاسچر بد پیدا می‌کنیم، ما می‌خوام اینجا براتون توضیح بدم، به دو دلیل ما پاسچر بد پیدا می‌کنیم. یکی حالت استراکچری هستش و یکی هم که همون در حقیقت حالت بهش ساختاری میگن و یکی دیگه حالت پوزیشنال هستش که همون حالت موضعی هستش. استراکچرال یا همون حالت در حقیقت ساختاری حالتی هستش که ما باهاش به دنیا میام، یعنی یه حالت ابنورمالیتی ما توی اسپاینمون داریم مثل اسکولیوسیس و این باعث میشه که ما پاسچر خوبی در دوران زندگیمون نداشته باشیم. این حالت حالت متاسفانه حالتی هستش که شما باهاش به دنیا اومدین. کایروپرکتیک میتونه به شما کمک کنه که فشار رو از روی نقاط ستون فقرات بردارین و بتونین از پیشرفت این جلوگیری کنین. اون حالت استراکچر باز میتونه حالتهای دیگه داشته باشه مثل کف پاتون صاف باشه، اینها باعث میشه که شما در حقیقت یک پاسچر خوب رو نداشته باشه. حالت دومی که باعث میشه شما یک پاسچر خوب رو نداشته باشین پوزیشنال هستش، یعنی چیزای موضعی. این چیزها، این عوامل میتونن عوض شن و باید عوض شن، چون شما یه زندگی یه در حقیقت یک پاسچر یا یه در حقیقت بدن سالم داشته باشین. یکی از اینها، یکی از این دلایل موضعی میتونه در حقیقت نشستن زیاد باشه. شما وقتی که کارتون کامپیوتری هستش یا حالا به هر دلیلی مجبوری خیلی زیاد بشینین، این به مرور زمان برای شما پاسچر بد ایجاد میکنه. اگر مخصوصا استیشن خوبی نداشته باشین باعث میشه شما طوری بشینین که عادت کنین. برای همین سعی کنین حتما یک استیشن ارگانومیک برای خودتون تهیه کنین و سعی کنین یه مقدار با نالجی که هستش یک استیشن برای خودتون درست کنیم، مثلا اگر بیشتر از روزی 4-5 ساعت پشت کامپیوتر هستید که فشار را از روی ستون فقرات خودتون بردارید. یکی دیگه از عوامل موضعی در حقیقت پاسچر بد داشتن همون بد خوابیدنه که من بهش اشاره کردم، به مرور زمان باعث میشه که شما فشار بزنید روی ستون فقراتتون. وزن زیاد هستش، متاسفانه وقتی که ما وزنمون زیاد میشه مثلا در قسمت شکم، ستون فقرات ما دچار آسیب میشن به مرور زمان، چون این وزن باعث میشه مخصوصا در ناحیه کمر شما رو دیسک های کمر فشار ایجاد کنین و این دیسک ها به شکننده تر بشن. و ما بعضی ها هستن که میگن ما هیچ کاری نکردیم، فقط یه عدسه کردیم و دچار کمر درد شدیم. این در حقیقت سالها بوده که این اتفاق داشته یواش یواش میافتاده و شما با یه عدسه کردن دیسک خودتون رو
تحت در حقیقت خطر دادین و در حقیقت دچار درد شدید. برای همین وزن زیاد هم خودش یکی از عواملی هستش که میتونه به پاسچرشون باعث داشتن یه پاسچر بد باشه. بعضی وقتا یه مشکلای در حقیقت روانی یا سایکولوژی هستش، بعضی ها سلف استیم خوبی ندارن، طوری که میستن، طوری که نگاه میکنن، اینها همه روی پاسچرشون اثر میذاره. و چقدر خوبه اینا توی سنین کم ریشه یابی بشه و با متخصصایی که هستن در میون گذاشته بشه و حتما مخصوصا در سنین کم در حقیقت به درمانش بپردازن پدر مادرها. این مشکلی سایکولوژی مشکل خیلی زیادی هستش که من توی تینیجر ها میبینم، مخصوصا توی دختر خانم های تینیجر که بعضی وقتا به خاطر همون رشد در حقیقت سینه هاشون باعث میشه که یه حالت شای دارن و دوست دارن اینو مخفی نگه دارن و شروع میکنه پاسچر اینها عوض شدن. بعضی ها به خاطر همون سلف استیمی که دارن و سلف استیمشون قوی نیست باعث میشه که باز اون پاسچرشون تحت تاثیر قرار بگیره. ورزش های نامناسب کردن، شما وقتی ورزش نامناسب میکنید باعث میشین که بدون داشتن یک ترینر خوب یا یک کسی که در حقیقت آگاهی کافی داره خودتون ورزش میکنید باعث میشه که بعضی وقتا یه آنبالانس ایجاد شه، بعضی ماهیچه ها رو گنده میکنید توی قسمت های بدنتون، بعضی ماهیچه هایش تغییری نمیکنه و این آنبالانس شدن در حقیقت ستون فقرات باعث میشه که در حقیقت ماهیچه ها باعث میشه که فشار روی ستون فقرات باشه. برای همین درست ورزش نکردن هم میتونه باعث بشه که شما پاسچر خوبی نداشته باشید. برای همین سعی کنیم که اگر نمیدونیم داریم توی باشگاه ها چی کار میکنیم از متخصصین بپرسیم، از ترینر بپرسیم و سعی کنیم با آگاهی ورزشی رو شروع کنیم. یکی دیگر دلایلی که میتونه روی پاسچر ما خیلی اثر بذاره استرس هستش. این نکته ای هستش که متاسفانه توی پندمیک خیلی زیاد هستش. باز ما مراجع کننده هایی داریم که به اثر استرس گردنشون میگیره، کمرشون میگیره و اینها در اثر استرس هستش و باز اونم باید ریشه یابی بشه و درمان بشه با متخصصینی که هستن. این حالت موضعی که من گفتم بسیار قابل تغییر هستش، پس چقدر خوبه که ما زمان بذاریم شناساییشون کنیم و به درمانشون بپردازیم. همونطور که اول حالت در اول صحبتم برای پاسچر گفتم، حالت استراکچری یه حالت همون مثلا اسکولیوسیس هستش که یه حالت آناتومی هستش که بعضی ها بر اثر به خاطر ژنتیک هستش باهاش به دنیا میان، بعضی ها نه بر اثر سن بالا رفتن سن ستون فقرات شروع میکنه در قدر شکلش عوض شدن و بعضی وقتا برسر تصادفات شدیدی هستش که توی اسپورت اینجوری یا تصادفات ماشین به وجود میاد. اسکولیوسیس در قدر اون ابنورمال کرویچری هستش که ما توی اسپاین توی ستون فقرات میگیریم و این متاسفانه میذاره و بچه هایی که در حقیقت داره اسکولیوسیس هستن به این سن 12 تا 16 سالگی میتونن دوره درمانو داشته باشن، میتونن به بهبود به اسکولیوسیسشون کمک کنن، ولی بعد از اون متاسفانه خیلی دیر شده. برای همین اگر توی خانوادتون کسی هست که اسکولیوسیس داره، مادر، پدر، حتما فرزندانتون رو بین این سنین پیش یه کایروپرکتور ببرین، بذارین که اسپاینشون در حقیقت مورد اگزم قرار بگیره و در حقیقت متوجه بشین که فرزندتون اسکولیوسیس داره یا نداره. و تشخیص اسکولیوسیس خیلی آسون هستش برای یک دکتر کایروپرکتور یا حتی برای یک فیزیوتراپ و بعضی وقتا با هم ارتوپدی در حقیقت تستا میتونن اینو تشخیص بدن و بعضی وقتا نه مجبورن که مریض رو برای اکس‌ری بفرستن. چون شما در حقیقت برای اینکه بتونید پاسچر خودتون رو بهتر کنید میتونید در حقیقت ورزش کنید و میتونید در حقیقت به بهبود اون کمک کنید. همونطوری که میبینید توی شکل اینجا من خواستم پاسچرهای مختلف رو نشون بدم. بهترین پاسچر همون قسمت سمت راست اولی هستش که شما میبینید و بعد پاسچرهای مختلف ما داریم که بعضی فوروارد هد کرش هستش، بعضیا کایفوتیک هستن یعنی قسمت توراسیکشون در حقیقت اومده بیرون، بعضی ها لامبار لوردوسس دارن یعنی قسمت به کمر خیلی گردی شدید داره و بعضی ها اصلا سوین کردن بعد یعنی که در حقیقت تمام بدن رفته عقب. اینها نوع پاسچرهای متفاوت هستش که میگم تشخیص داده میشه و بعد شروع میشه به درمانش با یک فیزیوتراپ یا با یک کایروپرکتور.
کلن وقتی که یه مریض میاد که اسکولیوسیس یعنی برای پاسچر اگزم میاد پیش کایروپرکتور، ما روش های در حقیقت اندازه گیری داریم که با لاین هایی که فرضی یا دستگاه هایی که هستش مریض رو در حقیقت میتونیم اگزم کنیم و متوجه بشیم که پاسچر اون مریض چقدر به ایدئال نزدیکه و چقدر دوره، و بعد با توجه به اینکه چه کمک هایی میتونیم توی ورزش و توی مانیپولیشن بهش بکنیم، دوره درمان رو برای مریض شروع میکنیم. عوض کردن پاسچر یا هم کرک کردنش در حقیقت یکی هبیت هستش. شما اگر هبیتاتون رو عوض کنید، طرز نشستنتون، طرز خوابیدنتون رو عوض کنین، یا اینکه دایتتون رو عوض کنین که وزنتون بیاد پایین، یا اینکه به مشاور درمانی برای در حقیقت روانپزشکی بگیرین که بتونین مثلا سلف استیمتون بالا بیارین، یا اینکه از استرستون کم کنین، اینها کمک میکنه که شما پاسچرتون بهتر شه. بعد این بعد از هبیت عوض کردن، یکی عامل دیگه که میتونه به شما کمک کنه در حقیقت استرچ کردن و اکسرسایز کردن درست هستش که اونو با توجه به کایروپرکتور و یا فیزیوتراپ میتونه بهتون کمک کنه و بهتون ورزش‌های درست و استرچ‌های درست رو بده طبق اون امبالانسی که شما توی پاسچرتون دارین و به بهبود پاسچرتون بپردازه. و روشی که باز به پاسچر کمک می‌کنه همون اجاستمنت، یعنی همون مانیپولیشن یا اون تغییری که ما روی فشارهای ستون فقرات ایجاد می‌کنیم با دستمون، باعث میشه که شما در نقاطی که فشار زیاده این فشار آزاد بشه و در حقیقت بدن به اون حالت بالانسش برگرده. اینجا باز من خواستم این نکته رو اشاره کنم که باز برای پاسچر باز همون مانیپولیشن، یعنی همون در حقیقت با دست فشارهایی رو که ما روی ستون فقرات می‌ذاریم، باعث باز کردن فشارهایی که توی ستون فقرات هستش برای مریض انجام میدیم. کسایی که کایروپرکتیک رفتن میدونن که این عمل خیلی سیف هستش. درسته که بعضی وقتا توی مدیا و بعضی وقتا در زمان قدیم در حقیقت شاید خیلی از دوستان از مانیپولیشن یا در حقیقت اون فشاری که روی ستون فقرات میاد میترسن و فکر میکنن باعث شکستگی میشه. نه، این فشاری که کایروپرکتور به شما در حقیقت وارد میکنه اونقدر نیست که باعث شکستگی استخون شما بشه. چون خیلی از مریضا این سوالو از من میکنن و یه سوال دیگه هم که از من میشه توی مطب اینه که آیا ما به این مانیپولیشن عادت میکنیم؟ نه، عادت نمیکنین، چون شما نقطه‌ای یعنی در حقیقت فشار از روی اسپاینتون برداشته شده و اون در حقیقت حالت خوب در حقیقت بودن اسپاینتون رو تجربه کردین، بدنتون همیشه اون حالت رو میخواد، دوست داره. برای همین شما دوست دارین که مثلا کایروپرکتور رو ببینین که این فشار از توی ستون فقراتتون برداره. چیز دیگه ای که برای استراکچرها یا همون در حقیقت ساختاری میخوام اینجا بهش برای پاسچر اشاره کنم، کف پا هستش. خیلی از بچه های ما کف پای صاف دارن و ما متوجه نمیشیم تا مشکلات کمرشون، زانوشون شروع میشه و این مشکل با کفی داشتن خیلی زود میتونه در حقیقت بهبود پیدا کنه. بعضی بچه ها پاهاشون صافه، بعضی ها سوپنیت هستش، یعنی پا به بیرون خم شده که این فشار خیلی عجیبی روی زانو و لگن میذاره، و بعضی وقتا پا خیلی داخل کج شده و اون هم بهش پرونیشن میگن، که این در حقیقت باز با داشتن یک کفی مناسب، در حقیقت کفی هایی که در حقیقت اندازه گیری میشه و این پرینت پای شما میشه و به لبراتوری فرستاده میشه، میتونه کمکتون کنه که این درست بشه و در حقیقت فشار رو از روی ستون فقرات برداره. چون وقتی که شما پاتون اینطوری کجه، به همون مقدار فشار روی زانوه، به همون مقدار فشار روی لگنه، به همون مقدار فشار روی ستون فقراته، و با این بالانس کردن کف پا تمام این بدن شروع میکنه علائم شدن و در حقیقت به شما کمک میکنه که در حقیقت فشار رو از روی ستون فقراتتون برداره. بعضی ها هستن که کف پای صاف دارن بعد از مدتی راه رفتن دچار کمر درد میشن. در حقیقت این کمرشون نیست که مشکل داره، این پاشونه که در حقیقت اون فشار رو بعد از راه رفتن یا دویدن به مدت 20 دقیقه روی کمر ایجاد میکنه و کمر شروع میکنه درد رو به مغز به پیغامشون میده. برای همین خیلی خوب هستش که میگم اخصوصا تو سنین کم این موضوع مورد بررسی قرار بگیره و سعی کنیم که حتی برای سنین بالا هم همینطور، ولی در سنین پایین حداقل ما فشار رو خیلی زودتر از روی عضلات، روی جوینت ها بر میداریم و نمیذاریم که آسیب های بعدی به در حقیقت بدن وارد بشه.
یکی از چیزهای دوم این که من خواستم بعد از پاسچر بهش اشاره کنم در این پریزنتیشن، در حقیقت حرکت‌های تکراری هستش ما تو زندگی انجام بدیم و این حرکت‌های تکراری باعث در حقیقت فشار و ناراحتی عضلانی و استخونی برای بدن ما میشه. یکی از این حرکت ها در حقیقت همون مثل حالت تایپ کردن ازش، وقتی که شما تایپ زیاد میکنین در روز فشار زیادی به مچ دستتون وارد میکنین و اگر نتونین این فشار رو به شما آزاد کنین بعد دچار مشکل میشه، این مچ شروع میکنه به درد گرفتن، بعد شما سعی میکنین درد و دستتون رو یه جوری دیگه نگه دارین، بعد درد میزنه به آرنج، آرنج رو میخواین یه جوری نگه دارین و همینطور درد میره به بالا. برای همین حرکت هایی که ما در روز خیلی زیاد تکرارشون میکنیم خیلی خوب هستش که اینها رو با بدونیم و بینشون در حقیقت یه استراحت بدیم، سعی کنیم مثلا اگه تایپ میکنیم دستمون پوزیشنش خیلی خوب باشه، باز میگم سعی کنیم پیش یه کایروپرکتور یا ماساژ تراپیست بریم و سعی کنیم تنشنی که در یک ماه برای ما ایجاد شده رو با ماساژ که در حقیقت گردش خون رو زیاد میکنه رفع کنیم و این در حقیقت جلوگیری کنیم از اون دردی که ممکنه بر سراغ ما بیاد. در حقیقت حرکت هایی که خیلی باعث درد توی جوینت ها میشن و این حرکت های تکراری هستن، دلیلشون میتونه همون تراما باشه، مثلا خوردن زمین مرتب، بچه ها وقتی بازی میکنن، میتونه در حقیقت بعضی از بیماری های آرتروزی باشه که وقتی که فشار رو توی جوینت وارد میکنه، اینها همه باعث میشه که در حقیقت چون تکرار میشه باعث میشه که به جوینت ضربه وارد کنه، که اون در این حالت دیگه فامیلی دکتر هستش که به شما کمک میکنه و میتونه به شما قرصایی رو بده که این در حقیقت ورم رو توی اعصاب در حقیقت دست و در حقیقت جوینت ها کم کنه و بتونه فشار رو برداره و شما دچار اون درد نشید. یکی از چیزهای تکراری که باعث دردمون میشه همون تندنایتس هستش که مطمئنم بعضی از ماها اینو اکسپریانس، یعنی در زندگیمون تجربه کردیم، دردهای تاندوممون بر اثر تکرار یک حرکت باعث ورم میشه. مثلا اگر کسایی که مثلا به نام تنیس البو، یعنی در حقیقت حتما نباید شما حتما ورزش تنیس رو کرده باشین تا این درد البو رو داشته باشین، تایپ همون تایپ ساده، یا حتی کسی که کوک هستش و کارش خورد کردن هستش، کارش به هم زدن هستش، اینها حرکت های تکراری هستش و وقتی این حرکت های تکراری انجام میشه تاندوم ورم میکنه و در حقیقت تندنایتس ایجاد میشه. و باز میگم برای پیشگیری این ورزش، استرچ، ماساژ تراپیست دیدن و حتی فیزیوتراپیست دیدن، اینها کمک میکنه که شما فشاری رو که مثلا در مدت روزانه در کارتون میذارین بردارین توی ماه یا توی 3 هفته، توی 2 هفته، و نذارین به یه نقطه‌ای برسه که درد برای بدن در حقیقت یه پیغام بشه برای مغز و شما درد رو رجیستر کنین و شروع به درد کردن اون منطقه، یعنی باعث درد اون منطقه بشه. بیماری دیگه که ممکنه ما بر اثر همون تکرار مکررات یک کار بگیریم برسایتس هستش، یعنی بر اثر اینکه شما اینقدر یک کاری رو انجام بدیم، مثلا بعضی ها مثل آرایشگرا که کارشون این هستش که در حقیقت مو صاف میکنن یا با مو کار میکنن، اینها برای اینکه همیشه شولدراشون رو در حقیقت بالا نگه میدارن، اینا دچار برسایتس میشن، یعنی برسای جوینت شروع میکنه ورم کردن. و بعد کاری که اینها میتونن بکنن باز این که باز بین کار شون یه در حقیقت بریکی بگیرن، بعد اگر درد ما مرتب استرچ کنن، استرچ هایی برای در حقیقت شودراشون انجام بدن، برای گردنشون انجام بدن و سعی کنن فشار رو از این منطقه بردارن، نذارن درد به جایی برسه که دیگه مجبور بشن که از قرص های انتی اینفلمنتری یعنی در حقیقت استفاده کنن، یا اینکه باعث بشه که در حقیقت در کارشون رو مجبورن کم کنن و استراحتشون رو بیشتر کنن. همیشه وقتی درد شروع میشه بهترین حالت درمان اینه که شما در حقیقت استراحت کنین تا این فشار برداشته شه و بعد از استراحت سعی کنین فیزیوتراپیتون رو شروع کنین و به قوی سازی اون ماهیچه و اون تاندوم بپردازین که دیگه این درد دوباره سراغتون نیاد.
یکی از چیزهایی که باز توی رپتیف یعنی باز تکرار مجرد باعث درد در بدن میشه تراماهایی هستش که ما در میتونیم بگیریم، مثلا طوری که میخوابیم، همطوری که میشینیم، و اینا همه باز میشه که گردن شما روش فشار باشه. مثلا یکی عوامل تصادف هستش که ویپلش ایجاد میشه. حالا ویپلش حتما نباید تو تصادف باشه، میتونه در حتی ورزش هم وقتی شما انجام میدین، هر حالتی که گردن شما رو بدون در حقیقت اختیار خودتون عقب و جلو ببره باعث ویپلش شدن میشه، توی ورزش، توی تصادف، توی زمین خوردن، و این باعث سردردهای شدیدی میشه. باعث بعضی وقتا این میشه که شما خواب درستی نخواهید داشت، بعضی وقتا توی گوشتون یک صدایی ایجاد میشه، بعضی وقتا بعضیا جادرد، یعنی در حقیقت منطقه تی ام جیشون خیلی درد میگیره، و همه اینا بر اثر همون ترامای در حقیقت که ایجاد شده، بر اثر اون ویپلش هستش. و چقدر خوبه که اینا رو ایگنور نکنیم، بگیم خب خودش میره، یا اینکه قرص بخونیم براشون. اینا رو واقعا موجب درمان قرار بدیم با فیزیوتراپ، با کایروپرکتیک، که فشار رو از روی منطقه در حقیقت گردن برداریم و نذاریم این در حقیقت این ویپلش و آثارش بدتر بشه. چیز دیگه که در این مبحث سومی که دوست داشتم اینجا بهش اشاره کنم، میکرو تروما هستش. یعنی در حقیقت چیزای خیلی کوچولو کوچولویی که باعث میشه که به یه منطقه آسیب برسونه و با حرکت‌های تکراری فرق داره. از این جهت که میکرو تروما یعنی در حقیقت روی در حقیقت وقتی که شما خیلی حرکت‌هایی رو انجام میدین که در حقیقت خیلی کوچولو کوچولوه و در اون لحظه ایجاد درد نمی کنه، ولی باید درد رو به یه ترشکودی برسونه که شما احساس درد رو بکنید، و اون بهش ما میکروتراما میگیم، و اینم میتونه جلوگیری بشه با داشتن یه لایف استایل بهتر. بعضی هاشون میتونن اموشنال باشن، یعنی که این میکروتراما به مرور زمان، همون استرس، شما مثلا به مرور زمان استرس رو اینقدر روی بدن خودتون بذارین که گردنتون بگیره، یه دفعه کمرتون بگیره. و خیلی از ماها اینو توی حتما زندگیمون تجربه کردیم که مثلا یه حالت عصبی میشین گردنتون میگیره. این حقیقت همون یه میکرو تراما هستش و در حقیقت باعث میشه که یه هورمونی ایجاد بشه، و در حقیقت این هورمون باعث ورم توی منطقه میشه و بعد این ورم باعث درد میشه. باز اینها هم قابل پیشگیری هستش، سعی کنیم از اون استرس ها یا به دور باشیم یا در حقیقت براشون تراپی بگیریم و سعی کنیم که یاد بگیریم که چجوری اون استرس رو در کنترل خودمون در بیاریم. بسیار کار سختی هستش، مخصوصا در دوره این پندمیک، ولی من مطمئنم که همه ما میتونیم، یعنی انسان اینقدر قوی هستش که میتونه اینو در تحت کنترل خودش قرار بده. چیز دیگه که در این مرحله چهارمی که خواستم بهش اشاره کنم و ما خیلی مراجعه کننده در این مورد داریم، مخصوصا جوانان عزیزمون، ورزش نادرست کردن هستش. متاسفانه بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم الان که جیم ها بسته هستش و اگرم باز هستش حالا محدودیت داره، ولی در خونه خیلی ورزش میکردن و باعث آسیب خودشون شده بودن. درست ورزش کردن خیلی مهم هستش. به نظر من درست ورزش کردن از ورزش، یعنی بهتر از این هستش که شما یعنی نادرست ورزش کردن خیلی بهتره که اصلا شما ورزش نکنید، چون باعث میشه که آسیبی برسه و بعضی وقتا این آسیب ها طول میکشه مدت ها تا بهتر بشه، مثلا در ناحیه زانو و در ناحیه کمر. برای همین یکی از ورزش هایی که خیلی ما میبینیم که باعث درد میشه و مریضا با گردن درد میان پیش ما، سیت همون دراز نشست خودمون هستش، برای اینکه گردن رو بعضی وقتا توی پوزیشن هایی میگیرن که این گردن میگیره و بعد مجبور میشن که به کایروپرکتیک مراجعه کنن. برای همین سعی کنیم ورزشاتونو درست انجام بدین و سعی کنین روشون فوکس کنین، فقط نخواهین انجام بدین برای اینکه هدفتون اینه که لاغر بشین، یا اینکه هدفتون این هستش که در حقیقت حالا انجام بدم که مثلا ذهنم راحت باشه که من این ورزش رو انجام دادم. سعی کنین روش فوکس کنین، تمام ذهنتون رو بذارین روی درست ورزش کردنتون، و نکات خیلی کوچیکی هستش که اگر بهشون رعایت به اونا رعایت کنین، هیچ وقت دچار آسیب در صدمات عضلانی و ماهیچه‌ای نمیشین.
ورزش بعدی که خیلی ما روی زانو فشار میذاره و باز ما مراجعه کننده براش خیلی زیاد داریم، ورزش اسکوات هستش که خیلی از خانم ها یا آقایون انجام میدن برای اینکه قسمت بدن پایین بدنشون رو سعی کنن قوی کنن. و بعضی وقتا وقتی که فشار زیاد روی زانو باشه، شما با درد هم اینو انجام میدین. من خیلی از مریضا رو داشتم که اومدن و زانوشون خیلی وضعیتش خراب شده و وقتی ازشون پرسیدم خب چرا انجام دادین، همش گفته که فکر میکردم که دردش از بین میره. ولی وقتی بدنتون بهتون یه پیغام میده، یه درد میده، این نشونه ای هستش که شما دارین یه چیزی رو اشتباه انجام میدین. برای همین سعی کنین یا کمک بگیرین یا اینکه تحقیق کنین ببینین راه درستش چی هستش. و این خیلی مهم هستش که وقتی شما ورزشی رو انجام میدین، فشار روی هیچ، یعنی در حقیقت روی هیچ در جوینتی، روی هیچ عضله‌ای وارد نشه که باعث صدمه به اون بشه، مخصوصا به مرور زمان. مثلا اگه شما اسکوات رو 3 تا 10 تا 3 تا 20 تا در روز میکنین، هر روز انجام میدین، این بعد از یک ماه واقعا میتونه آسیب بزنه. برای همین درست انجام دادنش خیلی مهم هستش و یکی از اون ورزش‌هایی هستش که ما خیلی مراجعه کننده برای اینکه صدمه یعنی به زانوشون صدمه زدن و بعضی وقتا حتی به کمرشون آسیب رسوندن. ورزش بعدی که در حقیقت باز توی آقایون خیلی ما مراجعه کننده داریم برای اینکه درست انجام ندادن و باعث شده که شولدراشون دچار آسیب بشه، برسایتس بشه یا تندنایتس بشه، همون ورزش شولدر پرس هستش که آقایون بیشتر انجام میدن، خانم ها انجام میدن ولی در آقایون بیشتر هستش. و متاسفانه باز این هم درست انجام ندادنش باعث ضربه صدماتی به دیسک گردن میشه، دیسک کمر میشه و در حقیقت شولدرها هم خیلی اثر میذاره. باز درست ورزش کردن این شولدر پرس هم خیلی مهم هستش. من اینجا خواستم فقط به اون چند تا ورزشی که خیلی ما در حقیقت باعث آسیب میشه و ما مراجعه کننده زیاد داریم رو اینجا اشاره کنم که بتونم پیشگیری کنم از اینکه شما صدمه به خودتون بزنید. ورزش بعدی پوشاپ هستش که خیلی از عزیزان انجام میدن و بعد با اینکه بعد از مدتی چون درست انجامش نمیدن باعث این میشن که آسیب به بدنشون وارد بشه و به گردنشون مخصوصا. در پوشاپ حتما متوجه باشین که باید ستون فقرات شما در حقیقت در یه راسته قرار بگیره، نه هیپتون بالا باشه و در حقیقت گردنتون باید توی همون خط بدنتون باشه. متاسفانه اینجا توضیح دادنش خیلی سخت هستش. من معمولا تو سمینارهایی که میرم و میتونم باشم معمولا با اشخاص نشون میدم ولی با دوربین خیلی سخت هستش. برای همین اگر شما سوالی دارین من خیلی خوشحال میشم میتونین بفرستین برای من با ایمیل من، بعد من سعی میکنم ویدیوی درستش رو براتون بفرستم که بتونیم اگر در حقیقت دوست دارین ورزش رو انجام بدین، ما بهتون توی ویدیوهایی داریم که درستش رو براتون میتونیم بفرستیم و شما توی خونه در حقیقت تمرین کنیم و مطمئن شین که دارین درست انجامش میدین. یه چیزی که سوالی که همیشه از من میشه، میگن که دکتر کایروپرکتیک چجوری میتونه، یعنی تو چه مواردی میتونه به ما کمک کنه. مشکلات کمر که و یکی از تخصصات ما هستش، وقتی که مریض دچار دیجنریشن هستش، یعنی مشکل در حقیقت بر اثر سن یا حتی بر اثر ورزش های نادرست کردن، دیسکای در حقیقت ستون فقرات شما به هم نزدیک میشه و شروع میشه در حقیقت فشار میاد و اون قسمت کارتیلج از بین میره، یه بهش دیجنریشن میگن. کایروپرکتیک به دیجنریشن خیلی کمک میکنه. چرا؟ چون گردش خون رو توی منطقه زیاد میکنه و وقتی گردش خون توی اون منطقه بر اثر مانیپولیشن اضافه میشه، فشار برداشته میشه، ورم برداشته میشه و مریض خیلی راحت میتونه فانکشن کنه، به زندگی خودش ادامه بده. دیسک اینجوری در حقیقت نوع مریضای دیگه هستن که ما بهشون خیلی کمک میکنیم. دستگاهایی هستن که کایروپرکتیک ازشون استفاده میکنه به نام دیکامپرشن و مریض رو کشش میده و این کشش باعث میشه که در حقیقت فشار و از روی دیسک برداشته بشه. و یکی از خیلی تکنیکای خیلی در حقیقت جواب دهنده هستش قبل از اینکه شما دیسکتون رو عمل کنید. باز میگم به کلی کایروپرکتیک برای گردن درد، کمر درد، سردردهایی که ناشی از ماهیچه گرفتگی ماهیچه هستش یا بر اثر اینکه ستون فقرات شما تغییر کرده،
مایگرین هدک رو متاسفانه کایروپرکتیک نمیتونه کمک کنه، چون یک هدک در حقیقت هورمونی هستش، ولی هدکی که بر اثر تنشن هدک یا سرویکوجنیک هدک هستش، یعنی کایروپرکتیک بسیار میتونه بهش کمک کنه. ریپلش مورد دیگه هستش، همونطور که توضیح دادم، حالتی وقتی که گردن شما به جلو عقب ناخواسته وارد میشه بر اثر تصادف یا بر اثر ورزش نادرست کردن یا بر اثر صدمات ورزشی، اینها مورد مریضایی هستن که کایروپرکتیک خیلی بهشون میتونه کمک کنه. اگر شما دچار استرین شدین، یا دقیقاً کشیدگی ماهیچه‌ای یا کشیدگی تاندون شدین، اگر دردهایی دارین که بر اثر تکرار مکررات مثل کارپرتونال، این دردهای مثل تندیناتیس، کایروپرکتیک فیزیوتراپی میتونه به شما کمک کنه. اگر شما در سر کارتون آسیب دیدین، باز یک کایروپرکتیک میتونه بهتون کمک کنه. آرتروز خیلی مورد جالبی هستش که همه از من پرسن که آیا مثلا مامانم آرتروز داره، آیا کایروپرکتیک میتونه بهش کمک کنه؟ برای آرتروز کایروپرکتیک فقط میتونه درد رو کم کنه، بر اثر با تکنیک هایی که بلده در حد ورم رو از منطقه بیرون کنه و سعی کنه اون مریض دیگه احتیاج نداشته باشه قرص زیاد بخوره که ورم در حقیقت اون منطقه کم بشه. نمیتونه دوا کنه، یعنی در حقیقت نمیتونه خوب کنه آرتروز، ولی میتونه به مریض یک زندگی بدون درد و هدیه بده و این من فکر کنم ارزش خیلی زیادی داره برای اینکه شما یک کایروپرکتیک رو بتونید ببینید. بعد کایروپرکتیک همچنین میتونه به شما کمک کنه که اگر رنج موشن شما توی اسپاینتون کمه، مثلا وقتی خم میشین احساس میکنین کاملا نمیتونین خم شین، یا اگر گردنتون میچرخونین نمیتونین شولدر چک کامل بکنید، رنج آف موشن شما رو میتونه زیاد کنه با اون منیپولیشنی که انجام میده و کلن میتونه بهتون کمک کنه که یه زندگی لایف استایل بهتری برای زندگی خودتون داشته باشید. چجوری این کارو میتونه بکنه؟ کایروپرکتیک اولین کاری که میتونه شما رو اگزم میکنه. اگر شما احتیاج به اکسری داشته باشه، شما رو برای اکسری میفرسته و طبق اکسری که جوابش میاد تعیین میکنه به درمان شما بپردازه و با تریتمنت هایی که هست مثل شاک بیس تریتمنت، فیزیکال مودالیتی هستش که شما فیزیوتراپ ها استفاده میکنن، کینیزیو تیپینگ، اکوپانچر، دیکمپرشن همطوری که گفتم، تختای کشش و سافت تیشو تراپی، سعی میکنه با تولزش یا با دستش فشاری که توی ماهیچه هست و از بین ببره، با اورتالیک و با اکسرسایز و مانیپولیشن. اینها راههایی هستن که یک کایروپرکتیک میتونه به شما در اختیار شما بذاره و با اینها دوره درمان رو شروع کنه. این در حقیقت پرزنتیشن من بود، حدود 45 دقیقه طول کشید، ان شاءالله که زیاد حرف نزده باشم. و در اینجا هم اگر شما دوستان عزیز سوالی دارین خیلی خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. و خوبی بود. یه سری سوال دوستان توی قسمت چت نوشتن، من اینا رو به ترتیب میخونم. توی این فاصله اگر دوستان سوالات دیگه هم دارن هم میتونن توی چت بنویسن و همین که اگر بخواین میتونین از گزینه ریز هند استفاده کنین، دستتون رو بلند کنین و میکروفون رو باز کنین سوال کنین. اولین سوال رو یکی از دوستان پرسیدن، گفتن از کجا میتوانیم بفهمیم که حالت پایمان کدام یک از این سه حالت است؟ این برای شما مثلا میتونین کمک بگیرین از همسر یا که با کسی که هستین. اگر که شما وقتی که کاملا میستین و بعد بدون در حقیقت کفش و بدون جوراب و بعد طوری هستش که پاتون به اندازه عرض شونتون بازه و نباید خمشین، یعنی در حالت ایستاده ثابت باشین، اون طرفی که شما رو داره پاتون رو میبینه میتونه متوجه شه که ببینه اگه کف پای شما اینطوری صافه و آرشش در حقیقت آرش داره، این پای خوبی هستش. ولی اگه آرش شما صافه، یعنی در حقیقت شما این قسمت پاتون صاف هستش، یا اینکه به داخل خم شده یا به بیرون خم شده، میتونه اینو در حقیقت ببینه. یا اینکه از پشت پاتون، یعنی این قسمتی که اکیلیزتون هست یا تاندوم پا هستش، اگه این صاف نباشه، اگه یه خط روش بکشین با قطع این در حقیقت فرضی با دستتون روش بکشین، اگر این صاف نباشه در حقیقت شما به یکی از این دو حالت هستش، یا این بری چرخیده یا به بیرون چرخیده. ولی خب حتما برای اینکه این تشخیص درست داده شه، یک فیزیوتراپ یا حتی فامیلی داکتر یا یه کایروپرکتیک میتونه به شما کمک کنه. ولی خودتون اگه بخواید تو خونه تست کنین، این فکر کنم آسان‌ترین راهش هستش. بسیار عالی. من سوال بعدی رو میخونم، فقط ممکنه تلفظش رو اشتباه بگم چون فارسی هم نوشتن. در مورد سینوویال سیست مچ بله، سینوویتس مچ
اون یه حالت در حقیقت اونم به اثر رپتیتیو موشن هستش که به وجود میاد و در حقیقت یه حالت بافت آبی هستش که توی مچ به وجود میاد. متاسفانه کاروپرکتر به اون نمیتونه کمک کنه. آیا سوالشون چی هستش؟ اینکه آیا کاروپرکتر میتونه کمک کنه یا گفتن چه توصیه‌ای دارین در مورد این در اثر همون کار زیاد توی آزمایشگاه ایجاد؟ بله، این در اثر کار همون رپتیتیو موشن، این کارهایی که در حقیقت تکرار مکررات هستش، یه حالت حافظه. اولین توصیه‌ای که من بهشون میکنم اصلا ماساژش ندن، یعنی سعی نکنن هی باش بازی کنن، چون وقتی که بازی باش میکنن این تحریکش میکنه و بزرگترش میکنه و دردناکترش میکنه. میتونن به دکترشون مراجعه کنن. اگر جایی هستش که درد داره، در حقیقت باعث درد میشه و باعث میشه که رنج موشنشون در حقیقت اثر بگیره، میتونن به فامیلی داکترشون ریفر کنن، یعنی برن و در فامیلی داکتر ریفرال بده برای اینکه بتونن این در حقیقت عملش کنن. ولی اگر که دردی نداره، بعضی وقتا به مرور زمان و با بستن یک سری مچبند هایی که این دست رو توی یه حرکت ثابت نگه داره و سعی کنن اگر میتونن کارشون رو یه ذره کمتر کنن یا بینش یه مقدار استراحت بیشتری ایجاد کنن، این کمک میکنه. بعضی وقتا خودش از بین میره. ولی توصیه‌ای که من دارم اصلا بر اثر عادت یا بر اثر اینکه درد رو فکر میکنن ساکت‌تر و اینو ماساژ ندن، چون این بزرگتر رو حساس‌تر میشه. بله، ممنون از لطفتون. من یک سوال دیگه قسمت چت میگم، بعد دوستانی که دست بلند کردن سوالشون رو بپرسن. یکی از دوستان یه سوالی برای من ارسال کردن که من نوشتم، گفتن آیا درمان با کایروپرکتیک هم مثل فیزیوتراپی تو بازه‌های نسبتاً طولانی انجام میشه یا میشه انتظار داشت که با مراجعه به کایروپرکتیک سریع‌تر به نتیجه برسیم؟ بعد در کل سوال کردن که البته شما در انتهای پرزنتیشنتون اینو توضیح دادین، گفتن تفاوت بین کایروپرکتیک و فیزیوتراپی رو اگر بتونین توضیح بدین برامون. سو اولین سوالی که فرموده بودن که آیا دوران درمان کاروپرکتیک کوتاه‌تر هستش از فیزیو، بستگی به تشخیص داره. اگر شما مثلا گرفتگی ستون فقراتتون رو در اصل اینه که رنج موشنتون کم هسته، شما میتونین با دو جلسه کاروپرکتیک این رنج موشنتون رو برگردونین و بهتر بشه. ولی اگر تشخیصتون دیسک هستش، تشخیصتون بستگی به تشخیص در حقیقت بیماریتون داره و این سوالی خود سخته چون من تشخیص رو نمیدونم، ولی اگر تشخیصتون رنج آف موشنتون هستش، گرفتگی ستون فقراتتون هستش، در حقیقت کاروپرکتر میتونه در حقیقت جلسات کمتری به شما کمک کنه. ولی اگر که نه، در اثر دیسک، در اثر در حقیقت تشخیص شما دیسک، تشخیص شما در حقیقت مثلا همین تندنایتس، نه دوره درمان فیزیو و کاروپرکتیک هیچ تفاوتی با هم نخواهد داشت. سوالی که کرده بودن که فیزیو و کاروپرکتیک چه تفاوتی داره، من اون دوستانی که منو میان میبینن میدونن من کار فیزیوتراپی رو انجام میدم و در حقیقت نه که بخوام در حقیقت کار اونها رو انجام بدم، برای که من دوره های اونها رو گذروندم و خیلی علاقه داشتم علاوه بر کاروپرکتیک. کاروپرکتیک هم توی که اول صحبتان گفتم در حقیقت مشکلات اسپاین و مشکلات ستون فقرات شما و اون مشکلاتی که بر اثر ستون فقرات برای شما ایجاد میشه رو درمان تشخیص میده و درمان میکنه و فیزیوتراپ بیشتر مشکلات ماهیچه‌ای تاندومیر شما رو در حقیقت تشخیص میده و درمان میکنه. دوره تحصیلی از نظر تحصیلی هم اینا با هم فرق دارن، چون فیزیوتراپی دوره 2 ساله است بعد از لیسانس شما و فیزیوتراپ کاروپرکتیک دوره 5 ساله است بعد از لیسانس شما. توی مدرسه یعنی کالج کاروپرکتیک به شما یاد میدن که شما در حقیقت تشخیص بدین و درمان بدین، ولی بعضی وقتا فیزیوتراپ احتیاج داره که فامیلی داکتر براش تشخیص بده و بعد دوره درمان رو شما با فیزیوتراپ شروع کنید. الان اینقدر بر اثر این سمینارها، بر اثر در حقیقت دوره های آنلاینی که هستش، فیزیوتراپ ها خیلی وقتا منیپولیت هم میکنن، این کار کاروپرکتر رو انجام میدن و بعضی وقتا کاروپرکتر هم کار کاروپرکتر رو انجام میدن. ولی از نظر تحصیلی اگر بخوایم بدونیم، اونا دورهشون 2 ساله، کاروپرکتیک 5 ساله. اگر از نظر کاری بخوایم بدونیم، دکتر کاروپرکتیک تشخیص میده بیماری های ستون فقرات و چیزهایی که مربوط به ستون فقرات هستش و یه فیزیوتراپ در حقیقت تشخیص میده و درمان میکنه مشکلاتی که به ماهیچه و به عضله و به تاندون رفت داره. بسیار عالی، ممنون از لطفتون. خانم کلانتری، شما میتونید میکروفونتون رو باز کنید؟ سوال
سلام، وقتتون بخیر خانم دکتر. وقت شما هم بخیر باشه. من یه مشکلی که الان یه چند روزه که دوچارش شدم، البته چون دانشجو هستم و کارم کدنویسی، احساس میکنم که به خاطر کار همین ریپیتیتیو موشن که شما میفرمودین باشه. من دو تا از انگشتای دستم الان چند روزه که یه حالتی که دست خواب میره چجوری میشه، بی‌حس میشه، کاملا بی‌حس شده. بعد هی من فکر میکردم که حالا بعد خوابیدم یا چیزی، ولی الان شاید یه هفته گذشته و اینا حسشون هنوز برنگشته، هیچ دردی ندارم ولی اینا کاملا بی‌حسن. البته یه مشکلی من تو کتف چپم داشتم، من چپ دست بودم و متاسفانه در دوره درس خوندن سالیان سال در ایران هیچ وقت صندلی مناسبی برای ما چپ دست ها نبود و من سالها کج نشستم. من کتف چپم همیشه یه دردی داشت، ولی حالا نمیدونم این بی‌حسی انگشتم به اون کتف ربط داره یا نه. ببینید، بی‌حسی دو انگشت کوچیکتون رو بغلی شده. بله. این دوتا، ببینید، این بی‌حسی توی دست شما میتونه چند تا عامل داشته باشه. برای همین برای من تشخیصش از این پشت در حد ویدیو خیلی سخت هستش، ولی من بهتون میتونم کمک کنم بگم که ممکنه این در اثر مچ دستتون باشه، یعنی که بر اثر پوزیشنی که شما تو دستتون گذاشته باشین میدیان نرو و فشار بهش آوردین و این دوتا در حقیقت فشار ایجاد شده و این دوتا دقیقاً نام شده. سعی کنید ببینیم که چجوری تایپ میکنین، چجوری با ماستون در حقیقت بازی، یعنی کار میکنین، و این خیلی مهمه. نه، میتونه از روی آرنجتون اومده باشه، یعنی آرنجتون اینقدر، چون عصبایی که از گردن میان حتما شکلشون رو دیدین، اینا از گردن میاد و بعد پخش میشه توی دست. برای همین گرفتگی عصب میتونه تو چند تا ناحیه اتفاق بیفته. میتونه تو ناحیه گردن باشه. پس یکی از چیزایی که مهمه اینه که پاسچر گردنتون رو درست کنی. یعنی موقعی که میشینی سعی کنی این نکتون رو بدین عقب و سعی کنی در حقیقت مثل این حالتی که الان هستین نکتون رو بدین عقب و اینو نگه دارین 10 ثانیه، دوباره آزاد کنین و دوباره اینو مثلا در روز چند بار انجام بدین که این اگر فشار از تو گردن هستش کم کم خودشو آزاد کنه. ولی ممکنه فشار از توی در حقیقت آرنج شما باشه، چون طوری که حالا میگم، همونطوری که فرمودین، چون چپ دست هستین، طوری که چرخیدین و کتف و چرخوندین، ممکنه این آناتومی مقدار تحت تاثیر قرار داده و یکی از عصبا رو در حقیقت که اینجا عصب شماره در حقیقت 5 و 6 هستش، میتونه اینو تحت فشار گذاشته و برای همین دستتون الان بی‌حس هستش. اگر این بی‌حسی بیشتر از 2-3 هفته طول کشید، حتما یا فیزیوتراپی یا کایروپرکتیک ببینین که خودشون بتونن این در حقیقت نقطه ای رو که در حقیقت عصب روش فشاره رو تشخیص بدن و شروع کنن فشار رو برداشتن، چون عصب به مرور زمان ضعیف میشه و بعد دست شما مشکل دار میشه. برای همین ممکنه این مشکل از گردنتون بیاد، ممکنه از آرنجتون بیاد و ممکنه از در حقیقت مچتون بیاد. برای همین ما باید یه سری تستا یا فیزیوتراپ میتونه بهتون کمک کنه یه سری تستا رو انجام بده و ببینه این گرفتگی عصب کجا هستش و شروع کنه اونو فشار رو از روش برداشتن. ولی حالا که الان خونه هستین، این فردا و امروز سعی کنین گردنتون رو به عقب بدین مرتب، سعی کنین همونطوری که من تو اسلایدام گفتم پاسچرتون رو طوری نگه دارین که فشار روی هیچ منطقه‌ای نباشه، سعی نکنین که کتفتون رو نچرخونید. و یه چیزی که خیلی کمک میکنه اگر کارپل تانال باشه، سعی کنیم مثل حالت، یعنی نمیدونم شما منو میبینی، یه حالت پری پوزیشن دستتون رو اینطوری به هم فشار بدین به مدت 10 ثانیه، بعد آزاد کنین دوباره 10 ثانیه، 3 تا 10 تا اینو مثلا هر 2 ساعت انجام بدین و برعکسشو این حالت رو انجام بدین که در حقیقت یه مقدار با استرچ بتونین فشار از روی مچ دستتون بردارین. ولی تشخیص در حقیقت این نام نسبتون خیلی سخت است پشت این ورژوال گفتن، ولی میتونین این دو روزه این حرکت ها رو حداقل انجام بدین ببینین آیا بهتر میشین یا نه. دست شما درد. فقط یه سوال دیگه هم داشتم، برای اومدن پیش کایروپرکتیک ما به ریفرال دکتر نیاز داریم؟ نه، شما برای اینکه اگر دوره پرایوت اینشورنس هستین احتیاج به ریفرال ندارین، ولی برای ماساژ و برای فیزیوتراپی بله دارین که شما، ولی برای کایروپرکتر نه، شما ریفرال احتیاج ندارین. دست شما درد نکنه. مرسی. مرسی خانم دکتر. یه سوال دیگه، البته نمیدونم خانم حسینی دستشون رو بلند کردن، همین دو سوال رو میخوام بپرسم. من الان اینا رو میگم بعد حالا خودشون هم میتونن میکروفون رو باز کنن. گفتن که دقیقاً چه مدت بعد از اینکه دردی در ناحیه کمر داشتیم میتونیم ورزش کمر رو شروع کنیم؟ باز اینم بستگی داره، سنشون خیلی مهم هستش، چند سالشون هستش،
و اینکه اون درد بر اثر چی بوده، آیا تشخیص دارن ایشون یا اینکه نه هر یه درد عمومی بوده؟ خب من فکر کنم خانم حسینی میخواییم میکروفونتون رو باز کنین شما که بتونین توضیح بدین. بله خیلی متشکرم آقای شکوری. سلام عرض میکنم. در دنباله سوالم این دردی که در ناحیه کمر ایجاد شده به دلیل مثلا پولینگ ماسل بوده، یعنی برای اسپرین استرین ماهیچتو بوده. بله. بعد دردتون وقتی که ایجاد شد بر اثر ورزش نادرست کردن بود یا نه همینطوری یا بر اثر افتادن بود؟ چرا این درد ایجاد شد؟ بر اثر کار به اصطلاح زیاد بود، یعنی مثلا فعالیت باغبانی و از این جور مسائل. آها اوکی. اگر که الان دیگه کاملا درد ندارین درسته، یعنی وقتی تو همه حرکت در حقیقت توی همه یعنی وقتی که خم میشین به جلو یا به عقب یا به چپ یا راست تو هیچ حالتی درد ندارین الان دیگه، یا میخوابید یا بلند میشین هیچ حالتی درد ندارین؟ چرا خانم دکتر، من صبح که از خواب بیدار میشم در اون ناحیه از کمرم تقریبا هر روز درد دارم. آها. پس اگر هر روز که درد دارین این نشون میده که هنوز اون منطقه روش فشاره، یعنی هیل نشده. برای همین از استرچ شروع کنین، استرچ های خیلی ساده برای کمرتون مثل حالت یوگا مانند، و در حقیقت سعی کنین با استرچ اول اون منطقه رو آماده کنین، گردش خون رو زیاد کنین و ببینین آیا بعد از این مثلا به حدود برای 2-3 هفته در حقیقت استرچ ها رو انجام بدین، استرچ های خیلی آسون که فشار به هیچ قسمتی از دیسکتون وارد نشه. بعد از اینکه اونها رو 2-3 هفته انجام دادین، اگر احساس کردین دیگه اون استرچ ها براتون آسون شده، بعد میتونین ورزش های کاردیو و اینا رو، منظور از ورزش که از من پرسیدین منظور ورزش های کاردیو بود یا وزن برداری و اینا؟ نه من کلا ورزش کمر منظورم بود، یعنی همون به اصطلاح یوگا و ورزش های آره اونا رو میتونین شروع کنین، ولی یادتون باشه گرجوال، یعنی به کم کم شروع کنین، یعنی مثلا اگه از امروز شروع کردی به مدت 10 دقیقه انجام بدین، بعد رپتیشناش کم باشه مثلا 3-5 تا کنیم، بعد فردا 10 دقیقه رو بکنیم 15 دقیقه رپتیشن رو ببریم بالاتر. وقتی که بدن دچار آسیب میشه چون ماهیچه ها مموری دارن، برای همین شما باید یواش یواش این در حقیقت اینو به بدن برگردونیم، حالت قبلی که حالا ورزش میکردین یا یوگا میکردین. برای همین سیف ترین حالتش این هستش که شما سعی کنین توی خونه ورزشتون رو کم کم شروع کنید، از 10 دقیقه شروع کنید با رپتیشن های کم، بعد هر روز یه مقدار اضافه کنید. اگر درد ندارین هر روز اینو اضافه کنید تا به اون مقداری که در روز 20 دقیقه حالا نیم ساعت 40 دقیقه بوده برسونید، و بعد از نرمشتون هم حتما تو منطقه‌ای که احساس می‌کنید بهش فشار اومده 10 دقیقه کیسه آب سرد بزنید، یعنی کیسه یخ بزنید. چرا؟ چون باعث میشه که اون منطقه ورم نکنه و شما در حقیقت از آسیب به عضلات جلوگیری کنید. برای همین میتونید اینطوری ورزش رو شروع کنید و اگر دردی ندارین بعد ادامه بدید. بله خیلی متشکرم. البته لازم این اضافه کنم که این درد در واقع مزمنه، یعنی از پارسال که فصل باغبانی بود ایجاد شده و در طول روز معمولا خوبم، ولی شب که میخوابم و صبح بیدار میشم این درد دوباره برمیگرده و بعد درد. پس اگر که الان بیشتر از یک ساله که دارین حتما مراجعه کنیم به یه فیزیوتراپ، ببینیم که علت چی بوده. ببخشید میتونم بپرسم که وقتی باغبونی میکردین دچار حادثه ای نشدین درسته؟ نه به شکل حادثه نبود، ولی خب به هر حال مثلا فرض کنید اجسام سنگین رو باید جا به جا. آره چون ممکنه که بعد تشخیصی که به براتون داده شده بود تشخیص در حقیقت کشیدگی عضله بوده درسته؟ بله گفتن آسیب فقرات نخورده ولی you pulled the muscle اینطوری بود. آره خب پس میتونین یوگا رو، اگه تشخیص این هستش و تشخیص درست هستش، شما میتونین الان یوگاتون رو شروع کنین کم کم و بعد میگم همونطور کم کم چون سیف تره، بعد برسونینش به هر روزی هر همون قدری که دوست دارین انجام بدین. ولی اگه بعد از 2-3 ماه با ورزش های یوگا هم بهتر نشد دیگه من فکر نکنم این عضلانی باشه، باید به نظر من یه تشخیص بهتر براتون داده بشه. بله خیلی متشکرم. اون سوال ساینوویل سیستم متاسفانه مربوط به من بود، الحمدلله ثروتمندم. خواهش.
اون ساینوویل سیست در واقع به خاطر کار تکراری تو آزمایشگاه ایجاد شده و یعنی مجبوریم ما تو آزمایشگاه که با پایپتور زیاد کار بکنیم. بعد این حرکت ریپیتیتیو به قول شما اون ناحیه از دست باعث شده که این ساینوویل سیست ایجاد بشه در طول زمان. ولی خب نه، من همونطور که فرمودید باهاش ور نمیرم، فشار روش نمیگم، سعی میکنم که کاری نداشته باشم باهاش، ولی خب به دلیل ماهیت کارم همچنان این درد رو داره و ساینوویال سیست رو داره. حالا توصیه که به من کرده بودن این هست که فقط روش یه مثلا یه مثلا فرض کن یه 25 سنتی بذار روش. آره ببینید فشار این هر چی که به مرور زمانی خودش میره اگر روش فشار کمتر ایجاد شه. ولی چون شما کارتون طوری هستش که بعد فشار رو بذارین به خاطر که نمیتونی از کارتون مثلا مدتی به قول معروف بریک بگیرید، میتونین یه سری در حقیقت دست به بریس هایی هستش که میتونین رو بپوشین و این بریس های حالت فشار زیاد نه زیاد در حقیقت متعادل ایجاد میکنن به مچ شما و اجازه میدن این بره داخل. اون حالتی هم که شما گفتن یه سکه بزنی و دورشو ببندی، اینم خب روش خیلی قدیمی بوده بس که باعث میشه در حقیقت این برست بشه و اون حالت فلوید از توی اون بیاد بیرون و دیگه شما اونو در حقیقت حس نکنید. ولی به نظر من اگر بتونین که توی آزمایشگاه حالا از توی همون دستتون که الان دارین سعی کنین اگر بتونین از اون دستتون کمتر استفاده کنین و یا اینکه با مچ بند که بتونه یه مقدار فشار روی اون ایجاد کنه استفاده کنین دستتون، این ممکنه به مرور زمان بهتون کمک کنه. بله، پس فشار باید رو اون ناحیه ایجاد بشه، بشه ولی ماساژ نه، چون ماساژ یه حرکت سیرکولیشنه درسته و جریان خون رو زیاد میکنه و اونو تازه فید میکنه. ولی وقتی یه فشار در حد یک فشار به قول که توی نقطه ولی فشار دائم و صفر باشه، بله اینو برست میکنه یعنی بازش میکنه. بسیار عالی خانم دکتر. من یه سوال دیگه هم دوستان دارن. خانم مجیدیان، حالا خانم اگر میخوای میکروفون رو باز کنید. سلام عرض میکنم. خواهش میکنم. ادام میادش. بله. اول که یک دنیا ممنون از اطلاعات بسیار مفیدی که در اختیار گذاشتید. خواهش میکنم. در مورد پرونیشن که فرمودید، میخواستم اول ببینم قابل درمان هست یا فقط راه‌های مختلفی داره که بدتر نشه؟ آره، پرونیشن برای پا اگر سن، برای چه سنی میپرسین؟ اگر سن بین 12 و 16 باشه بله، با اون کفیایی که میپوشن آرچشون ممکنه یعنی دوباره برگرده به حالتی که اینطوری خمیده نباشه. ولی اگر سن بالای 16 است نه، دیگه درمان نیست، بیشتر پیشگیریه که از اون بدتر نشه و فشار از قسمت‌های دیگه برداشته شه، مثل انکل پاتون و مچ پاتون و در حقیقت زانوتون و قسمت لگن. یه سوال دیگه، بعضی وقتا که مچ دست من در میگیره میخوره میزنه به انگشتا، این نشونه آرتروزه و اینکه بعضی وقتا هم که با کامپیوتر کار میکنین دست سرد میشه، اینا نشونه چیه؟ فقط انگه شما در وقتی میتونم بپرسم چند سالتون هست؟ بله 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 کر هست برای همین صدا اینجوری میشه. بله بذاری من شرمنده. نه خواهش میکنم. صدا میاد؟ بله بله صدا تو میاد کنم. صدا میاد؟ بله 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 ببخشید. در مورد اول که متوجه شدم ممنون، مچ دست گفتم دستم بعضی وقتا درد که میگیره میزنه به انگشتا، یعنی در حقیقت اون مفاصل انگشتا درد، این نشونه آرتروزه یا این که من پرسیدم ازتون اگر راحت هستی میتونی سنتون رو به من بگین؟ جا سنتون چقدر هستش؟ درد انگشتا زیاده به خاطر اینکه میدونی آدم بعضی وقتا میشکونه انگشتشو، تو ایران میگفتن نشکنین دستت لرزه میگیره، اونقدر درد داره که میشکنم یا ماساژ میدم یه ذره احساس بهتری داره.
آره ولی من سوالم ازتون بود که شما آرتروز که میگین فرمودین که دارین، آیا اکسری شده از دستتون؟ چه دلیلی نخه. نشده؟ چه کسی بهتون گفته آرتروز؟ خودتون تشخیص دارین؟ خودم دارم سوال میکنم. آه سوال میکنی. آره. بله. اولا که من نمیدونم الان راحته یا نه، آرتروز تو خانوادتون هست؟ کسی داره؟ بله بله. درتون. و ببخشید سنتون چقدر هستش؟ من 53. آره ببینید بعضی وقت من باید مدل دستاتون عوض شده، آیا انگشتاتون شیپش عوض شده دور مفاصلتون؟ نخه به نظر نمیاد. بعد فرمودین دستتون سرد میشه درسته؟ بعضی وقتا که با ماسک کار میکنم بله دستم که بالا سردی دستتون متاسفانه نشون میده که سیرکولیشن کمه و این ممکنه بر اثر اون پوزیشنی که شما توی دستتون میگیرین در حقیقت جریان خون رو کم میکنین و روی عصب یا روی در حقیقت وینتون فشار میارین و این سرمای دستتون به آرتروز ربطی نداره، این بر اثر اون حرکت همون رپتیتیو موشنی که من اشاره کردم، شاید ماوستون خوب نیست و بهتر از یکی از ماوس‌های ورتیکالی استفاده کنی که الان توی بازار هستن برای در حقیقت ارگانومیک ماوسا، اونا رو بگیرین تهیه کنین، آمازون هم داره، میتونین بگیرین و یه مدت از اون ورتیکال ماوسا استفاده کنین، چون شاید فشاری که روی دستتون میذارین باعث میشه که جریان خون کمتر بشه و این دستتون سرد بشه. سرمای دستتون به آرتروزتون ربط نداره، دردتون ممکنه ولی بازم اون باید تشخیص داده بشه، با اکس‌ری ما باید بکنیم نوع شیپ دستاتون رو ببینیم. معمولا آرتروز سن شما کم هستش و اگر مثلا شیپ دستاتون هم عوض نشده من فکر نمی کنم آرتروز باشه، من فکر کنم شاید بر اثر همون رپتیتیو موشن یا بر اثر نوع کاری که انجام میدین و در حقیقت فشاری که روی دستتون میذاریم. بله بله ممنونم. آره ماوستون رو عوض کنین ببینین آیا کمکتون میکنه یا نه، ورتیکال ماوس بگیرین و ورتیکال ماوس چون فقط انگشتاتون رو دیگه تکون میدین دیگه این حالت رو کم میکنین، فشار رو از روی مچتون برمیدارین، وقتی فشار از روی مچ برداشته میشه در حقیقت شما فشار دیگه روی عصب و روی وینتون نمیذارین، برای همین ممکنه به بهبودتون کمک کنین. ممنونم. خواهش میکنم. مرسی. آقای سلیمانی شما مگه لطف کنین میکروفونتون رو باز کنین سوال مطرح کنین. الو. سلام. سلام خانم دکتر. خیلی متشکرم از سخنرانی خوب و جالبتون. سوالم یکی در مورد این که این در مورد خوابیدن، شما وضعیت خوابیدن نشون دادین، اندازه بالش یعنی حجمی که بالش هست آیا این مقدار مشخصی باید باشد یا اینکه هر بالشی هر کس میتوند استفاده کند هر اندازه باشه یا بهتر است که اصلا بالش نباشد؟ سوال دوم شاید بفرمایید. سوال اولتون این بود و سوال دومتون چی بود؟ بله سوال دومم اینه که این مثلا یکی داره حرف میزنه مثلا گردن تکون میخوره، این حرکت های کوچولویی که آدم خیلی متوجه نمیشوند در این که داره آنتن حرف میزنه یا سخنرانی میکنه یا هر چیز دیگه، حرکت های کوچولویی که به گردن وارد هد نادینگ به قول معروف شاید اجازه همون تمه راست درسته این گرده حرکت های تمه. در مورد این دو تاست میلی متشکرم. سوالتون در مورد تمه چی بود آقای ببخشید سوال منی؟ من سوالم این است که آیا این میتونه تأثیری داشته باشد در مسائلی که برای گردن به وجود میاد؟ مثلا یعنی منظورتون اینه که آیا باعثش میشه گردن از گردن بیاد؟ بله آره پرابلم گردن رو ایجاد بکند همین هد نادینگ ها در حقیقت. آره خب من سوال اولتون که مورد بالش هستش، بالش اولا که حتما توصیه میشه که شما با بالش بخوابید، برای اینکه وقتی که شما بالش زیر گردنتون زیر سرتون و گردنتون نمیذارید فشار بسیار زیادی به دیسکای گردنتون وارد میشه، برای همین با بالش خوابیدن همیشه توصیه میشه توی علم کایروپرکتیک یا حتی فیزیوتراپ هم اینو بهتون توصیه میکنن. حالا چه نوع بالشی شما باید داشته باشین این بستگی به این داره که وزن در حقیقت سایز بدن شما، سایز در حقیقت سر شما و اینکه آیا فرو رفتگی گردن دارین ندارین بستگی به اون شیپتون داره، ولی یه حالت کلی که من بخوام اینجا توضیح بدم و فکر کنم کمک کنه به همه عزیزان این هستش که بالشت شما باید سایزش به اندازه‌ای باشه که وقتی شما شب میذارین زیر سرتون اگر به پشت میخوابین زیاد نره عقب،
سرتون بقیه بدنتون رو فالو کنه، دنبال کنه. یعنی اگر که ما یه خطی بکشیم، این سر شما همون بدنتون رو فالو کنه اگر شما به پشت میخواید. پس این در حقیقت ارتفاع بالش باید به اندازه‌ای باشه که نه باعث فرو رفتگی گردن گردن شما رو به عقب ببره، نه بیاره جلو. چون وقتی به جلو بیاره به ماهیچه های قسمت جلوی گردن فشار ایجاد میکنه. اگر که میخواییم به سایدتون بخوابین، باز باید این ضخامت یا ارتفاع در حقیقت بالش به اندازه ای باشه که باز شما در حقیقت وقتی که میخوابین دوباره این حالت زاویه نباشه. گردن شما و سر شما گردن شما رو توی این خط راست در حقیقت ادامه بده. یعنی در حقیقت توی هیچ زاویه شما نباید باشه. چون این زاویه باعث فشار روی دیسک گردن روی ماهیچه ها میشه و در حقیقت شما ممکنه با مشکل گردن درد ایجاد کنه. بهترین بالشت هایی که الان هستش تو بازار و من واقعا توصیه میکنم همون فوم مموریا هستش که در حقیقت وقتی که شما میخوابین روش در حقیقت اجازه میده که به همون اندازه سایز در حقیقت سر شما فرو رفتگی ایجاد بشه و این به اندازه میشه که شما در حقیقت نه خیلی خم میشین نه خم میشین به پایین، نه خیلی خم میشین به بالا. برای همین این سوال اولتون، امیدوارم کمکتون کرده باشم. سوال دومتون در مورد تمرای سر هستش. نه، اون از مشکل گردن نمیاد، از مشکلهای آپر نیرون میاد که از سوی مغز هستش و بعد شما به یک دکتر نورولوژیست در حقیقت مراجعه کنین و تشخیص بدن که چرا این علت هستش. نه، از گردن نمیاد چون دیگه اون به لوئر موتور بستگی داره، بیشتر از مغز هستش که از آپر موتور هستش. بله، خانم حسینی مجددا دست بلند کردن. خانم حسینی سوالی دارین یا از قبل دستتون بالا مونده؟ بله بله، من در مورد همون ساینوویلسیس یه نکته رو متوجه نشدم خانم دکتر حسن زاده. بفرمایید. شما فرمودید که این برست میشه. آیا این برست شدنش خوبه یا نباید برست بشه این ساینوویلسیس؟ نه خوبه. این یعنی دیگه از بین میره دیگه اون حالت قلمبه نمیمونه که در حقیقت شما درد باعث درد بشه، چون اینا یه سیستای آبی آب و خون هستن که بر اثر رپتیتیو موشن ایجاد میشه. بعضی وقتا اصلا درد نمیکنن، ولی وقتی نزدیک عصب هستن باعث درد میشن و وقتی که توی ناحیه در حقیقت مچ هستن وقتی اینا برست میشن یا خودشون کم کم انگار خالی میشه اون دیگه درمان شده، یعنی دیگه از بین رفته. برای همین خوبه اگر که از بین بره، یعنی برس بشه درمان شه. قدیما، حالا این روش خیلی قدیمی هستش، من نباید اینو بگم، ولی قدیما با بایبل میزدن محکم رو اینا که این مثلا در حقیقت پاره بشه از درون، از درون دست شما. در حقیقت این روش قدیمی بوده، برای همین الان میگم ماساژ ندین که این فیت نشه بزرگتر بشه. با فشار مستقیم در حقیقت زیاد در حقیقت این باعث درمان میشه. یه بعضی وقتا اصلا خودش کم کم وقتی که شما فشار رو از روی دستتون بردارین از بین میره. آها بله، الان متوجه شدم، ممنونم. چون من خیلی زد و نقیض در این مورد شنیده بودم از کسایی که بهشون مراجعه کردم. پس در واقع این برس بشه خوبه، چون بعضی ها گفتن بیا برای جراحی کنیم و بعضی هم گفتن که نه اگر جراحی هم بکنیم ممکن دوباره برگرده بود. بله، این ببینیم به وقت خانم حسینی، این ممکنه درست گفتن اینو. اگر درد دارین، اگر باعث این میشه که زندگیتون رو مختل کرده با درد و برین سر کار با درد کار کنین، به نظر من جراحی کنین ارزش اینو داره که شما خیلی هم ساده هستش. ولی اگر که درد نداری فقط از شکلش اینا مثلا ناراحتی، اون به مرور زمان شاید وقتی که فشار رو برداری یا در حقیقت بهش فشار نیاری از بین بره و بعد اینکه دوباره برگرده، بله این وقتی دوباره شما فشار رو اونجا بذارین دوباره ممکنه برگرده اگر فشار رو بذاری، اگر نذارین نه ممکنه دیگه بر نگرده. خیلی ممنون، خواهش میکنم. مرسی از لطفتون خانم دکتر. سوال دیگه‌ای تو قسمت چت من نگاه میکنم نیست، دوستانی هم دیگه دستی بلند نیست. من فکر کنم دیگه بیشتر از این وقت شما رو نگیریم. ممنون که امروز با ما بودین و پرزنتیشن بسیار عالی هم بود، خیلی اطلاعات خوبی بود. من فقط این نکته رو برای دوستان بگم که برنامه ضبط شده و روی یوتیوب پند قرار میگیره. اسلایدرم خانم دکتر لطف کردن فرستادن، اگر اجازه بدیم برای اطلاع دوستان براشون بفرستیم. من کارت ویزیت شما رو هم برای دوستان ارسال میکنم که بتونن با شما در تماس باشن اگر سوالی دارن. خیلی ممنون. من خواستم یه نکته رو اینجا بگم، اگر که
سوالی دارین باز اگر امشب اسلاید رو نگاه کنم، من خیلی خوشحال میشم با ایمیل مطلب ما در تماس باشین. فکر کنم ایمیل هست کابه جون میتونن در اختیار شما بذارن. من با ایمیلم میتونم پاسخگوی جوابهای شما در سطحی که در حقیقت چون تشخیص خیلی مهم هستش که وقتی شما تشریف میارین مطلب داده بشه، ولی اگر سوالای کوچیکی مثل راجع به همین بالشت و چیزایی که در حقیقت میتونه بهتون کمک کنه که در حقیقت به زندگی در حقیقت یعنی چویس بهتری داشته باشین راجع به دوشک، راجع به بالش، چیزایی که مثلا میتونه در حقیقت رشته تحصیلی من باشه، من خیلی خوشحال میشم بهتون کمک کنم. ولی مطلب ما هم خوشحال میشه که در اختیار شما باشه. در حقیقت من یه توضیح بدم اینجا که مطلب ما هم داره فیزیوتراپی هستش هم کایروپرکتیک. من کلا مریضایی که وارد میشن مطلب ما، من خودم تشخیصشون رو میدم و بعد من ریفرشون میکنم اگه احتیاج به فیزیو دارن، کارا دارن، ماساژ دارن. و بعضی وقتا مثل خانم حسینی اگه احتیاج دارن که مثلا یه جراحی بشه رو دستشون، ما به دکترایی که توی در حقیقت سیستم ما هستن من بهشون ریفر میکنم. برای همین خوشحال میشم در خدمتتون باشم. اگر بازم پرزنتیشن رو نگاه کردین، سوالی دارین، حتما خوشحال میشم در با ایمیل در تماس باشین. بسیار عالی، ممنون از لطفتون. بعد از ظهر خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. ان شاء الله پیشا پیشم سال نو رو خدمت شما و دوستان عزیز تبریک میگم. ان شاء الله امسال سال خیلی خوبی برای همه دنیا مخصوصا ما ایرانیا باشه و ان شاء الله که میگم روزای خوبمون برگرده و دور همیامون توی شهر زیبای اتاوا برگرده. ان شاء الله حتما برای شما هم همینطور سال بسیار خوبی داشته باشه. خیلی ممنون، مرسی از زحمت های شما هم آقای کاوه. شما واقعا خیلی زحمت میکشید. من واقعا تشکر میکنم چون میدونم با زندگی خانوادگی بسیار سخته و ان شاء الله که خدا نگهدارتون باشه. لطف دارین، ممنون از لطفتون. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ به همگی. خدا نگهدار.